40 تن از نیروهای مردمی معروف به هشت و شبی عراق در حمله ائتلاف مدعی مبارزه با تروریسم در مرز عراق با سوریه به شهادت رسیدند. نیروهای مدافع اتباد و مقدسات عراق الهشت و شبی طی بیانیه اعلام کردند که 40 تن از نیروهای گردان سید و شهدا علیه السلام وابسته به هشت و شبی در حمله نیروهای ائتلاف مدعی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا در مرز عراق و سوریه به شهادت رسیدند و 30 تن دیگر مجروح شدند. هشت و شبی در این بیانیه حمله به نیروهای مردمی که در حال مبارزه با سنی‌های تندروی داعش هستند را جنایت خواند و افزود از دولت عراق می‌خواهیم که درباره این حمله نیروهای آمریکایی تحقیق و تفحص کند. فرمانده گردان سید و شهدا علیه السلام نیز در بیانیه اعلام کرد که پس از اعلام ممنوعیت نزدیک شدن نیروهای الهشت و شبی و دیگر نیروها به نقطه مرزی عراق با سوریه از سوی ائتلاف بین المللی، مواضع نیروهای این گردان در مرز عراق با سوریه هدف حمله توپخانه آمریکایی ها قرار گرفت. ابو ولا الولایی افزود این حمله با استفاده از سلاح‌های هوشمند آمریکایی انجام شده و بر اثر آن تعدادی زیاد از نیروهای وابسته به این گردان شهید و زخمی شدند. و افزود نیروهای آمریکایی در واکنش به این حمله خود در بیانیه‌ای مدعی شدند که در این حمله عناصر گروه تروریستی داعش را هدف حملات توپخانه خود قرار داده اند و نه نیروهای عراقی مستقر در سوریه را، در حالی که اینطور نمی باشد. این فرمانده نیروهای مردمی آمریکا را مسئول اصلی این حمله دانست و از دولت عراق و دیگر طرفهای بین المللی خواست تحقیقی بی‌طرفانه و وسیع را در مورد این حمله انجام دهند.